بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. بینندگان عزیز و گرامی، از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در کربلای معلا و از بین الحرمین شریفین و از جوار بارگاه ملکوتی قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، به محضر مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین شما عزیزان بیننده عرض سلام و ادب دارم. با برنامه بینات در خدمت شما عزیزان هستیم و عنوان بحث ما نقد عرفای اصطلاحی یا سقیفه‌ای. کارشناس محترم برنامه، محقق نام آشنای جهان تشیع، آیت الله جناب استاد موسوی زنجانی دامت افاضاته. جناب استاد، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله. من هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی، سلام علیکم و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند و دوستانی که دستن در کار این برنامه هستند. و بحث خود را با سلام به محضر آقا حضرت ابوالفضل علیه السلام شروع میکنم. بسیار عالی. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لامر الله، السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین سید الوصیین، السلام علیک ایها الشهید و ابن الشهید، السلام علیک ایها المظلوم و ابن المظلوم، السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان، همچنان که استحضار دارید با برنامه بینات در خدمت شما عزیزان هستیم و عنوان بحث ما نقد عرفان اصطلاحی یا سقیفه‌ای است که در جلسات گذشته جناب استاد شواهدی رو از بیانات اونها، سخنان عجیب و غریب اونها ارائه فرمودند با ارائه سند و مدرک. فقط یک تذکری رو در اول این جلسه خدمت عزیزان داشته باشم. از آنجایی که امروز متاسفانه فضای مجازی و فضای حقیقی بعضن آکنده از دروغ و حرفهای خلاف واقع هست، مثلا از یک کتاب به چه قطری و به چه حجمی یک جمله استخراج میکنند و بر مبنای اون یک جمله میخواهند قضاوت کنند، یا گاهی از یک سخنرانی که مثلا یک ساعت بوده یک جمله رو بیرون میکشن، پس و پیش اون رو میزنن و میخواهند صاحب سخن رو متهم کنند. اینجاست که فضای تحقیق توجه بیشتری رو میطلبه، هم بر محققان و هم بر شنوندگان، از اونجایی که قرآن کریم میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. از اونجایی که ما مسئول هستیم، لذاست که باید به هر سخنی که میشنویم وقعی ننهیم. حالا درسته که یک جمله معروف گویا از ابو علی سینا نقل میشه که کل ما قرأ سمعک فزر افی بقعت الامکان، هر چرا که شنیدی این رو محتمل بدون و دور از ذهن و دور از واقعیت تلقی نکن. اما خب در نقطه مقابل هم هست که هر چی شنیدیم هم به این سادگی نباید باور کنیم. هدفم از این مقدمه این بود که در رابطه با عرفای سقیفه‌ای جناب استاد موسوی زنجانی شواهد بسیاری رو با ذکر سند و مدرک
ارائه کرده اند و در جلسات آتی ارائه خواهند کرد. این طور نیست که صرفاً به یک جمله از کتابی عرض شود که اعتماد کرده باشند. در مقابل بینندگان عزیز هم گاه ممکنه از این سری برنامه ها فقط یک جلسه رو ببینن، هرچند بنده معتقدم هر یک جلسه از جلسات جناب استاد کافی است که بنده و امثال بنده روشن بشیم و حواسمون به حقیقت جلب بشه. اما اگر احیانا بیننده عزیزی با دیدن یک جلسه متقاعد نشد، جا داره که کل دوره این جلسات رو پی بگیره تا انشاءالله به حقیقت دست پیدا کنه. با عرض معذرت از جناب استاد در خدمتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فرمودید که تلاش ما این است که بحث ما این چنین نباشه، از کتابی از صفحه نکته ای را برداریم، نویسنده را بکوبیم، بعد از احاطه بر متون عرفانی مدافعین سقیفه مجموعه را ببینیم. البته این حرف، اگرچه مال مولوی، ما با مولوی خیلی رابطه خوبی نداریم، اما هرچی از نصایح حکمت ها در مثنوی آورده مورد قبول او خلاص، ما با اینا کاری نداریم. ما ظرفی که ایشون عرضه کرده، ظرف را قبول نداریم. ظرف، ظرف اسرائیلیه. از پیغمبر به ما قبل پیغمبر اسلام را ایشون مطرح کرده، حاضر نیست متن قرآن توجه داده عالم را به پس از پیغمبر اسلام، گذشته در فضای تاریخ در حوزه اختیار ما نیست. ما مأمور به تغییر، به حرکت به سوی حقیقت در آینده هستیم و از گذشته البته درس و عبرت بگیریم. احسن. گذشته را باید بدانیم، چون قرآن یک سومش میشه گفت قصص انبیاست، یا یک چندومش به نظرم نزدیک یک سوم، یعنی میخواد بگه آینده توی همین چارچوبه. یعنی موسی حق بود، اسمش هم موند، پیراش هم تمام مسلمانان حضرت موسی را قبول دارن به عنوان پیغمبر عصر خودش. حضرت عیسی موند، کل مسلمین مسیحیان همه قبول دارن به عنوان پیغمبر عصر خودش، البته اونها هنوز هم پیغمبر میدونن. پس نیکی ها، چهارچوبه های مثبت در گذشته برای ما عبرت است. برای چی عبرت است؟ یعنی درسه. بله، به تعبیر قرآن کریم. خب چرا مولوی این همه آیات قرآنی نازل شده، حب اهل بیت را گفته، آیه تطهیر آمده، الیوم اکملت لکم دینکم آمده، ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی آمده، سوره مبارکه دهر آمده راجع به اهل بیت، میگه که ما امام میخواییم چه فرزند علی باشد چه عمر. یعنی همه این آیات کشک. اشکال ما، اشکال اساسی است، بعد از مطالعه است، بعد از احاطه است. ببینید این آقایان صراحتا می نویسند برای نجات از فضای متعفن جامعه غیر اصلاح شده، بروید درویش بشید در بیابانها، برای خود فکری بکنید، عزلت گزینید. عزلت گزینید. خیلی خوب، صریح متن فتوحات مکیه است. به سواحل بروید، به قلل کوها بروید، به صحراها بروید، بتون اودیه بروید، کنار این سیلاب ها. چرا؟ چون در جامعه نمیشه تقوا را چی؟ حفظ کرد. بسیار خوب. پس این حرف چیه؟ نوشتید در کتاب های خودتون، از شیطان و مع الواحد، شیطان با انسان تکه. اگر این حرف درسته، پس این دراویش همه با شیطانن، تک تک. این چه اصلیه؟ یعنی باز هم تناقض. باز هم تناقض. بعد یه جا نوشتن که از شیطان و مع الواحد و هو عن الاثنین ابعد، از پیغمبر نقل میکنه. سوال، اولا سندش کجاست؟ و ثانیا پیغمبر فرموده اگر اثنین، یکی زن نامحرم یکی مرد نامحرم، اصلا مرکز شیطان، سومی شیطانه، اینا میخوای چیکار کنی؟ پس فضای عرفان سقیفه ای استدلال حالشون نیست. ببینید یک جمله من در اوائل بحثم
از این آقایان نقل میکنم که ببینید صلاح امتی فی الزهد و الیقین، 100% من میپذیرم قال رسول الله هم داره. آقایان اهل سقیفه یعنی عارفان اهل سنت میفرمایند رسول خدا فرموده صلاح در زهد است و یقین، درسته؟ بس این هزاران صفحه کتاب سیاه کردید که رب زدن تحیرن، خدایا تحیر من، سرگردانی من، حیرانی من بیفزا، این یقین با اون که زده که ممکنه بگید آقا منظور ما در شناخت خدا، اتفاقا یقین در رابطه با شناخت خداست، در رابطه با توحید. تقلید در اصول دین چی آقای شهیدی؟ باطله، جاهز نیست. چرا؟ یقین باید از خودت فواره بزنه، سرچشمه بگیره. پدرم میگفت خدا یکیه، خب یه نفرم یاد از پدرت قوی تر میگه خدا دو تا زله از بالله. البته این یکی از ویژگی های مذهب تشیع است که پیروان خود را به مذهب و دین تحقیقی دعوت میکنه، درست. نه تقلیدی. آفرین. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرموده، مسلم هم هست، اگر دین را شل بپذیری با کوچکترین شلترین حرکت هم از دین خارج میشه. درست. خب سوال من این است که آقایانی که در کتاب‌های نوشتید، کتاب‌های عرفانیتون، عرفای اهل سنت جلو چشم منه، اینو قبول کردی که رسول خدا فرموده مصلحت در یقینه؟ این همه کتاب نوشتید مصلحت در تحیره، یعنی نمیدونم چی. و حتی متاسفانه امروز پایان نامه ها در دانشگاه ها حتی پایان نامه های نوشته میشه. بله متاسفانه. ما عرض کردیم اون چیه این چیه، این چه ضد و نقیضیه و این چه تناقضیه. هر دو هم مربوط به ربوبیته. برای شناخت خدا یقین پیدا بکن. استدلال قرآنی لو کان لهما آلهتون الا الله لفسدتون، این چیه؟ برهان قرآنیه. اگر خدا واحد نبود، برای اثبات خدا نیست، اثبات وحدت توحیده، برای اثبات واحد بودن خدا میگه اگر دوتا بود با هم نمیساخته، درستم هست. خب شما که میبینید قرآن استدلال میکنه برای واحد بودن، صمد بودن، لم یلد و لم یولد بودن و لم یکن له کفوا احد بودن، شما چگونه تحیر در خداشناسی را برای مردم پیشنهاد میدید و تجویز میکنید؟ ما گفتیم چرا پایه عرفان اهل تسنن روی تورات، در تورات بنی اسرائیل متحیر موندن، در حیرت موندن، آبروشون رفت، 40 سال در تیه ماندن، اینها به قول اهل بیت تیه بنی اسرائیل را میخوام بیارم برای ما رتبه و مرتبه عرفانی قرار بدن. تحیر در اسلام، خداوند عالم همون در تیه موندن و سرگردان شدن اونها را در قرآن کریم به عنوان یک منقصتی برای اونها نقل کرده و فرموده، حالا اونها میخوان اون منقصت را در اینجا به نام عرفان به فضیلت برای خودشون تبدیل کن. آفرین. آبروی بنی اسرائیل آنقدر رفت، تیه در قرآن باطلاق است برای چی بنی اسرائیل؟ یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال توی باطلاق چی حیرانی موندن. اینها امروز در دانشگاه های ما هی میخوام بگم مقاله در رابطه با حیرانی در اسلام، در حیرانی در توحید، حیرانی در خداشناسی، حیرانی در کل کتاب تورات وجود نداره که مردم را دعوت کنه به چی؟ حیران. گفته حیرانی بدبختی بنی اسرائیل بود. قرآن کریم هم که دعوت به یقین فرموده. بله. خب لا ترونها عین الیقین. از این رد بشیم. اینا واحدهایی است از عرفان آقایان عرفای اهل سنت. حالا ابن عربیش باشه، آقای مولویش باشه، بایزید بسطامی باشه، ابوالحسن خرقانی باشه، منصور حلاج باشه، عطار نیشابور، همشونو میگیم. بله بله. جنید و حسن بصری و بله. اینها اصل قرار دادن. سلو العیاذ بالله. قال رسول الله سلو خلف کل امام بر نو فاجر. اقتدا کنید. پیغمبر کجا فرمود؟ بله. اقتدا کنید. به کی؟ به هر امامی. یعنی چی؟ حتی فاجر و فاسق باش. حتی حجاج ابن مولوی میگه. حتی حجاج ابن یوسف. بله. دقت کنید. این امر به معروف نهی از منکر قرآنی کهنه شد.
اصلا فلسفه بروز و ظهور دین چیه؟ دین چیه؟ میخوام بگم اینا استدلال ندارن اصلا. اگر بناس فاسق و فاجر یکی باشه پس دین برای چی آمد؟ آفرین. که حد مرزی درست بکنه بین مؤمن و غیر مؤمن. اصلا خود قرآن میگه روز قیامت ومتاز الیوم ایها المجرمون. مجرمون. چون اینجا شما مخلوط شده بودید به مؤمنین. برید کنار تکلیفتون روشن شد. شما مجرم هستید. دقت کنید. آقایان هم میگن مسلمانیم، تابع قرآنیم، قرآن گفته است که چی؟ آمر و بل معروف و نهی عن منکر، یا ولتکم منکم امتون چی؟ یدعون الی الخیر یعمرون بالمعروف و ینحون علی المنکر. درست؟ باید یک تیپ در مقابل چی؟ گناهکاران، منحرفین، فساق بیست و یا حرفت غلطه، راحت غلطه. دقت کنید این حکم بر زمین مونده، اون حکم خدا بر زمین مونده. ایشون میگه اقتدا کنید، رسول خدا فرموده اقتدا کنید، ولو آقای حاکم قاضی امام جماعت چی بشه؟ فاسق بشه. دقت کنید چرا؟ یا رسول الله لکم صلاتکم و علیکم اسمهم، نماز شما درست بشه، گناه برگردن اونها. اینم شد منطق؟ به هیچ وجه. خب این یک، اولا شما اشاره فرمودید آقا سندش کو. دو اینکه کدوم یکی از، ببینید، رسول خدا علی ابن ابی طالب، خاندان پیغمبر یک بار اشاره کرده باشن به فلان فاسق اقتدا کنید، یک بار سند بیارید. اصلا قرآن کریم در چندین آیه کسی بخواد احصاء و شمارش کنه یه مسائل ضد و نقیض و مقابله هم قرار میده، بعدن میگه بالاخره ما لکم کیف تحکمون. مثلا میفرماید هل تستوی الظلمات و النور، آیا ظلمات با نور یکیه؟ ام هل تستوی الظل و الحرور، آیا سایه با آفتاب یکیه؟ در جای دیگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این متن قرآن همه اینا، اینا رو مقابل هم قرار میده قرآن، بعد میگه خلاصه ما لکم کیف تحکمون، شما چگونه حکم میکنید. بله خب مطلب روشن شد از این آقای... بله از این آقایم بپرس خودتون در کتاب هاتون نوشتید الصوفی لا ماضی له ولا مستقبله. یعنی چی؟ صوفی کسی است که نه گذشته دارد و نه آینده. بس راها کنید دیگه. اوغلا چی میگن آقا؟ آقا ما نه گذشته داریم نه آینده داریم. بنده میگم قرآن میگه آینده داره انبیا، دین آینده داره، دین گذشته داره. یعنی قال آدم، قال نوح، قال هود، قال صالح، قال شعیب، قال موسی، قال ایوب، قال داوود، قال سلیمان. اینا قرآن یا نه؟ این ماضی ما تا برسه به پیغمبر اسلام کامل بشه. اون وقت دنبالش چی میگه؟ بله راجب حکومت مستضعفین نريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم عامه ونجعلهم وارثين. اون آیه دیگر که میفرماید در کره زمین به اونها تمکین خواهیم داد در آینده، و نمکن لهم في الارض انهم الارض تزا عليهم. توی چیز هست بله نظیر. حالا در سوره نور دیگه آیه ولا يمكنن لهم دينهم الذي تزا لهم، ما به آنها تمکین خواهیم داد، میدان خواهیم داد، به حکومت خواهیم رسوند، عزت خواهیم داد. همه آینده است. شما که مثل قارچ وسط مسلمین روی دید میگه نه گذشته داریم نه آینده داریم، پس رها کن دیگه. پس مردم به چی دعوت میکنید؟ پس گذشته شما به انبیا ربطی نداشت؟ خیلی خوب. پس آینده تان به امام زمان ربطی نداره؟ نه. پس رها کن دیگه. بله. ما رها کردیم، شما رها نمیکنید. بسیار عالی. اگر اجازه بدید یک میان برنامه رو ببینیم و بازگردیم. بینندگان عزیز و گرامی، با تشکر از شما عزیزان، یک میان برنامه کوتاه رو ببینیم با فرستادن چند صلوات بر پیامبر و خاندان پاکش و دعایی برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف. انشاءالله خدمت شما عزیزان باز میگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. Oh,
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، همچنان با برنامه بیانات و بحثی تحت عنوان نقد عرفای اصطلاحی و سقیفه‌ای در خدمت شما عزیزان و در خدمت جناب استاد موسوی زنجانی دامت حفاظاتو هستیم. جناب استاد بفرمایید. عرض کردیم خود صوفی ها می نویسند بحث ما نقد عرفان غیر اهل بیتیه. یه موقع اون چی که شما عرفا می خوانید هیچ وقت در اسلامتون چیزی نبود، منطق مولوی قابل تایید نیست، اگرچه حکمت هایی که در مثنوی هست بخش اعظمش از دیگران گرفت، از انبیا قبول. آقا ظلم نکن، چشم، نماز بخون، چشم، اول نماز رو تمام حکمت های مورد قبول انبیا رو ما ازش میپذیریم با نهایت رغبت. اما ظرفی که ایشون بیان کرده، استدلالی که کرده اسرائیلیه، ما زیر بار این عرفان نمیریم. دقت کنید، ببینید کتاب اینها دارن به نام فردوس، ببینید اسم کامل کتاب فردوس المرشدین فی اسرار صمدیه، در صفحه 65 میگه از صوفی لا ماضی له ولا مستقبله، صوفی نه گذشته داره نه آینده. خب اینو به مردم بگید، یک نفر دیگه به طرف شما نیاد، هم شما راحت بشید از دست ما، هم ما راحت بشیم. گذشته ندارید. پس این موسی چیه در کلام شما؟ موسی، موسی، هارون، موسی، هارون، سامری، موسی، هارون. بابا این مربوط است به تورات و آقایان یهودی ها. به جای موسی شما از اول موسی را سلام الله علیه بردار از بحث، به جای اون امام حسین را بیار. بابا نخواستیم امام حسین را، شما همون که خودت قبول داری از صدر اسلام شروع کن، بعد از پیغمبر اسلام را بیار. شما اونجا چیکار میکنی؟ آقا شعرش یا حضرت موسی است، یا هارونه، یا سامریه، یا حضرت خضر. اونجا چه کار میکنید؟ قرآن آمده بگه اونها گذشته ماست، عبرت است برای آینده، اون سر ماست، تن اسلامه. اما شما بدان چگونه پیروز شدن، چرا امتهاشون شکست خورده، این را برای مستقبل برای خود از سرمایه درست کن. میگه از صوفی لا ماضی له ولا مستقبل، پس خدا حافظ هذا فراق بینی و بینک. از شما در اینجا چی میکنیم؟ خدا حافظ فاصله میکنیم. چسبیدید نسل مردم را، نسل جوان را، هی میکشید بین معبدهای خودتون که نه خدا چون معبدی داشته، نه پیغمبران، نه موسی چون معبدی داشته، نه موسی چون عبادتی داشته. این چی این آقایان در میارن توی این اداهایی که در میارن دست جمعی؟ بله. دیگه به تعبیر قرآن کریم ما انزل الله بها من سلطان. بله. دستوراتی رو که از خودشون جعل کردن، انتحال کردن، نه خدا گفته نه پیغمبر. آقای شهیدی من نقل بکنم شما توضیح بده؟ ببین واقعا من خطا میکنم، من که همیشه از انتقاد استقبال کردم که فتوحات مکیه رو بررسی میکردم، این عبارت های ابن تیمیه رو، ابن عربی رو، نه فارسیش، فارسیش رو عمدن من ملاحظه کردم. اگر یه وقتی مطلب مهمی باشه مردم قبول نکنن، میگم آقا قبل از من خدا رحمت کنه آقای خاجوی زحمت کشیده، انصافاً انصافاً زحمت کشیده، تر 17 جلد 10,000 صفحه است، خیلی زحمت کشیده. درست. ببین ایشون هم همین رو فهمیده، یعنی اون 8 جلدی عربی که حدود 6,000 صفحه است، ایشون به فارسی برگردونده حدود 10,000 صفحه. آفرین. اونجا دیدم ایشون میگه تمام این کتاب را خدا به من املا کرد. خیلی خوب. بعد نوشته من همون جا که به موسی وحی آمد به من همون صدا را شنیدم. این شد که پیغمبر، یعنی ادعای نبوت کرد. بله. اول میگفت به من مبشرات نازل میشه، وحی نمیاد. بله. آمده گفته در همون بقعه مبارکه که به حضرت موسی وحی نازل شد، همون جا صدای خدا را من شنیدم. این ارشاد که یک تناقض، یک تناقض. و این که یک ضرب المثلی در فارسی هست که میگن نمیدونم فلانی حافظه نداره. بله. حالا این هم مال بی حافظگی ها. همین آدم با فاصله چند صفحه نوشته از صوفی ابن وقتهی، صوفی ابن وقتشه. عجب، ابن الوقته.
میدونی چی در فارسی چه ترجمه میشه این؟ هر روز در یک رنگیه. امروز یه موضع داره، فردا موضع دیگه داره. امروز موافق این آب این لیوانه، فردا مخالف اینه. در حقیقت در فرمایش مولا بله اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ریح، یعنی چه؟ یعنی که مولا فرمود یه عده از مردم هستن، سه دستن مردم، عالمون ربانی و بالاخره یه عده هم همه جون رعا. همه چیه؟ کسانی که اتباع و کل نائق، هر کسی که یه فریادی بزنه دنبالش راه میفتن. بله ببینید من یک عبارت با هر بادی به این سمت و اون سمت میروند. بله این که آقای سهل ابن عبدالله تستری در کشف المحبوب محجوب صفحه 410 این حرف را زده، این طبیعی بوده. خب این باید محاکمه بشه. اگر غیر طبیعی بوده این ادعای ماست، اینا غیر طبیعی بودن. میگه از صوفی در کتابهای فقهی، کتابهای منطقی ما چون این چیزی وجود نداره. نداره از صوفی دمه و هدر و ملکه و مباه. خب این چی میخواد بگم؟ صوفی کسیست که خونش چی؟ هدر است، مالش حلال. مالش حلال. خب آیه داریم؟ به هیچ وجه. پیغمبر فرموده؟ نه. صوفی جنایت کرده؟ نگفته. خیلی محبوب خداست؟ نگفته. این حرف های نامعقول و نامربوط و ضد صراحت قرآن. آیه قرآن چه گفته؟ هیچ کس را بله اون آیه شریفه میگه من قتل نفسم به غیر نفس نوفسادم فلعرض فکنما قتل الناس جمیعا. اگر در مقابل قتلی قصاص تلقی نشه، بله کسی پدر منو کشته، من حق دارم قصاص کنم. بله. اگر اینچنین نباشه هیچ کس را نمیشه کشت. اگر بکشیم به منزله این است که چی؟ همه انسان ها را کشته. بله. اگر چه اینجا من حاشیه داشتم به این تفاسیر گفتم، اهل بیت میفرمایند اینجا میگه ول اجل ذالک، راجب حابیل و قابیله. بله. چون قابیل حابیل را کشت تا نسل امامت را قطع کنه، قتلی که برای این باشه مثل قتل امام حسین، بکشیم امام را دیگه دنبال این کسی امام نشه. این معادل قتل چی؟ کل بشر. اون تفسیر ویژه ما باشه، قتلی که از شجره نبوت باشه. بله. آقای شهیدی این آدم های معمولی بودن؟ یه نفر امروز همین الان کنار مرقد شریف حضرت ابوالفضل هستیم، با فاصله احتمال 10 قدم با بارگاه فاصله داریم. بله. در دریشون در به حرم، درسته؟ همینطوره. بله. اینجا یک نفر بگه آقا فلان طایفه کربلاست دیگه، آقا فلان خانواده فلان طایفه خونشون هدر، اموالشون چیه؟ حتی این بگه آقا صهیونیست‌ها اینطوریان، من میگم صهیونیست با من مخالف هست، من با او مخالف هستم، ما حق حیات داره. اگر بیاد قتل مسلمان را قصد بکنه، قتل منو قصد بکنه، بله من باید از خودم دفاع کنم. اما صهیونیست ها حق حیات دارن، مسیحیون حق حیات دارن، تمام امت ها حق حیات دارن. کی خداوند اختیار دم خون دیگران در اختیار من قرار داده؟ بالاخره همون فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرمود الناس اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. بشر یا برادر دینی شماست یا بالاخره انسانه، در انسان بودن مثل شماست. آفر. یا مسلمان است بشر پس برادر دینی شماست، یا مسلمان نیست مثل شماست، نظیر است مثل شما، بنده خداست. این چه منطقی است؟ در کتاب‌های صوفیان عرفای اهل سنت آمده آقای فلانی گفته است که صوفی دمش خونش چی؟ حلال ملکش مباح، خونش هدر، مالش حلال. خب اینو شما می‌نویسی؟ این منطق ضد قرآنه، ضد سنته، ضد عقله، ضد تمام باورهای عقلای عالمه. و حالا معلوم هم نی منظورش چیه واقعا، یعنی چون توضیح که نمیدن، میگن این کلام ما چیه سخت است و هر کسی ملتفت نمیشه. بله. یعنی این جمله را، یعنی شما که صوفی هستی آیا علیه خودت و علیه صوفیه به کار میبری؟ منظور چیه؟ کشف المحجوب، اجازه بده کشف المحجوب صفحه 410 را ببینن دیگه. بله. یک کتاب عرفانیه. حالا ما اینا چیکار کنیم؟ صوفی خودش می نویسه مطلبی را یا نقل می کنه
هیچ وقت هیچ منطقی تایید نمیکنه. بنده عرض میکنم فضای عرفان خارج از اهل بیت، اسم میبرم هرچه مولوی بنویسه غیر از اون نصایحی که در قرآن هست، در حدیث هست، از ملل مختلف آورده، کل مثنوی پر است از این حرفای حقی که از دیگران گرفته. اون حرفای حقی که از مسلماتی است که از پیغمبران و حکما گرفته قابل قبوله. چرا در این کتاب‌های عرفانی هیچ اصلی مبتنی بر قرآن نیست؟ دقت کنید، قرآن گفته است ان الله اصطفى بالاخره آدم و نوح و آل ابراهیم و فلان. اصطفى دیگه آل عمران علی العالمین. پس مصطفی آل ابراهیمه، عمر مصطفی از آل ابراهیمه که آقای مولوی صراحتا میگه ما امام میخواییم، حالا از عمر باشه از علی باشه. یادم از خدا رحمت کنه آیت الله حاج آقا عزالدین حسینی زنجانی در مشهد، ایشون از کسانی بود خیلی در سخنرانیش خیلی هم استقبال میشد، بنده هم استفاده میکردم، از مولوی زیاد بحث میکرد، اصلا سرمایش بود. این اواخر دیدم الان توی چیه یوتیوب هم که هست همین عبارت ایشون بگه مولوی به نظرم از آسمان سقوط کرده به پایین. کجا آقا؟ اون وقتی که میگه ما امام میخواییم، چه از عمر چه از علی فرقی نداره. پس این همه آیات قرآنی، تطهیر خانواده پیغمبر، حب اهل بیت، پس ببینید اهل بیت امام حسین را تحویل دادن یا نه؟ درسته؟ این امام حسین سرش را داد، انصارش را داد، خانوادهش را به اسارت داد، برای چی؟ برای خدا. درست؟ عمر هم یه پسر تربیت کرد. دقت کنید، پای حجاج ابن یوسف درنده را گرفت بیعت کرد، یعنی به جای دست حجاج با پایه، یعنی اینقدر بله. خودشو پایین آورد و تنزل داد که با پای حجاج بیعت کرد. رفت به یزید گفت که من از طرف خودم و خانوادم کل نسل عمر به تو چی؟ بیعت میکنم. این فرزند عمره. به علی ابن ابی طالب که رسید ایشون خلیفه چهارم شد، مردم رای دادن، فرار کرد، گفتن یا علی اینو بگیر. گفت بابا ول کن، یه آدم بد اخلاق هست، نخواستم بیعت بکنه. دقت کنید، یک آدمی که به امیرالمؤمنین مورد قبول شیعه سنی مسیحی همه ملل عادل ملل منصف، علی ابن ابی طالب را به عنوان حاکم چی میشناسن؟ عادل، عدل مجسم. ایشون حسین را تحویل داد. بله. عمر هم عبدالله ابن چی؟ عبدالله ابن عمر را. آقای مولوی حداقل 60 سال فکر کرد به این رسید که عبدالله ابن عمر ذلیل، ذلیل ترین انسان تاریخ مسلمین، با امام حسین آفریننده عزت برای اسلام و مسلمین یا مساویه. حالا از این شما برو فعولون 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 در مکتب مولانا. بله. وقس على هذه فعل لبت فعل لبت. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که تفاوت ره از کجاست تا به کجا. پس اون وقت بایزید بسطامی در تمهید نقل کرد، اونم در سه جا، 300 313 314، سه جا قال، گفته بایزید بسطامی از صوفی هو الله، صوفی همون الله. خب بابا الان خوندیم، شما گفتید از صوفی لا ماضی الله ولا چی؟ ولا مستقبل. صوفی نه گذشته داره نه آینده داره. یک صوفی میگه که آقا همون الله صوفیه، الله ماضی مستقبل. یه بار هم گفتی صوفی دمه او هدر، یعنی خدا دمش هدره، خدا اصلا خون جمع داره، جمع کن یکی را نشسته کمک کن، همش تناقضات دیگه. عرض میکنیم بله، فرمایشات سه تا نظر دادن در همین چند ثانیه چند دقیقه. یکی گفت صوفی دمش هدره، خونش هدره. یکی گفت صوفی الله، یکی گفت نه گذشته داره نه آینده. من آخه آقای شهیدی، آدم واقعا اعصابش داغونه، همون تحیر، خودشون هم حیرانن، مریداشون هم حیران. از خدا هم خواستن که زدنی تحیر، خدا ما را گیج کن، خدا هم گیجشون کرد الحمدلله رب العالمین. حالا بنده و جناب عالی میخونیم، میخوایم ببینیم چه مطلبی داره، اگر واقعا جاذبه داره، لذتی داره، معرفتی در این کتاب ها بعد این کلام هست، بیایم واقعا بریم تصوف رو انتخاب کنیم، ببینیم جز این که بر حیرت و جهل و نادانی ما بیفزاید چیزی به ما اضافه نمی کنه. خب آقای شبلی گفته از صوفی لا یرا فی الدارین مع الله غیر الله. ببینیم این تعبیر با قرآن جور در میاد.
صوفی کسی است در این دنیا و آخرت غیر خدا را همراه خدا نبیند. قرآن گفته است نه، یکی الله در مقابل شیطان هست، یکی جهنمه، یکی بهشته، یکی حقه، یکی باطله، یکی نوره، یکی ظلمته، اون یکی چیه؟ یکی حروره، یکی اون یکی چیه؟ بله، یکی ظلماته، یکی نوره، لا تستوی الظل ولا الحرور، ولا الحرور، یکی سایه است، یکی آفتابه، خب بله، یکی باسواده، یکی بیسواده، یکی مؤمنه، یکی کافره، یکی قاتله، یکی مقتوله. یه جا دیگه میفرماید هل تستوی الاعمى والبصیر، اینا یکیه؟ خیلی آیاته اینا. خب یک نفر آیا نابینا با بینا یکیه؟ صریح اینا میگم آقای شبلی شما صوفی هستی، باشه، با وجود خدا تعبیر رو دقت کن، نه در این دنیا نه در آخر هیچی دیگه نیست، بابا پس این شیطان رو چیکار کنیم؟ یکی خالق خداست، یکی مخلوقه، این مخلوق رو خالق میدانی؟ پس چی میدانی آخر؟ پناه به خدا، واقعا در این گفتار پر از تناقض و ضد و نقیض جای تفکر و تأمل هست برای ما و برای بینندگان عزیز. احسنتم، طیب الله انفاسکم، بسیار عالی. بینندگان عزیز و گرامی، با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراهی کردید، تا بیانات دیگر شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج، خدا نگهدار، یا علی مدد. Oh.